بچه ها سلام. سلام بچه ها، چطورین؟ من اصلم. منم نیما. خوش اومدیم به کانال اصلیما. امروز میخواییم بریم سراغ یه موضوع تاریخی. چه تاریخی؟ نه تاریخی. چی تاریخه؟ یعنی اینکه اصل و نیما که بودند و چه کردند؟ وی در خانواده فرهنگی چشم به جهان بود. راستی گفتم بهت؟ گفتم به؟ چی شده؟ کانال تلگراممون رو آه، افتاده. آه، بچه ها کانال تلگرام واسه کالگب صمیمانه دو طرفه. یعنی اونجا شما میان شما حرف میزنین ما حرف میزنین، شما حرف میزنین ما حرف میزنین. خیلی سوالات، نظرات، انتقادات، حرفا همه رو بیان اونجا بپرسین، با هم دیگه جواب میگیم. هم من هستم هم نیما. الان اینجا لینک کانال تلگراممو میذارم. تو دیسکریپشن @ اصل او نیما. هنوز جای آخرین خریدم درد میکنه. منتها حیا نمیکنم که. باز داریم میریم خرید. ایشالا که ساک به این بزرگی رو جان از خشک. اینو بچه ها نمیدونم چجوری واقعا این عادت در من میخواد نهادینه بشه که یه چیزی رو به خودت وصل کنی. نذارم. اصلا نمیدونم جریان چیه. حالا یه عموی توی ویدیوهای قبلی کامنت گذاشته بود، رفیق خفنم از جنوب، میگفتش که عادت ما ایرانی های شما هم جا میذارین؟ عادت دارین؟ یا ما ایرانیم فقط که جا میذاریم؟ مفرقای ترک اینجا رو نشون رو بچه ها ندم گناه ده. بیزیم کانالمیزه سابسکرایب تاکیب میتسین؟ تاکیب کانالون اسمی نه؟ اصلیما. اصلیما اصلیمانی تاکیب اصلیما یوتیوب کانالونو تاکیب ادین. اصلیمانیم نیمانیم تاکیبچیسی اولاجاز. یه بار دیگه مهمت اصلیمانیم ده یا اولو مرل آخر کانتر شدی. بازم خرید تو بانی خرید اصلا میموی بدن ورسنه. از آخرین خریدی که رفتیم هیچی نداریم. علاوه بر این که از آخرین خرید هیچی نداریم، هیچی هم نداریم. این چیزایی که داشتیم قبل اون خرید هم نداریم. من شم تا سقف یک یورو، شم لیوان تا سقف دو یورو. یکی ابزار آورده فروش. ابزار چی هست؟ دستگیره. چیزی پیدا میشه. سیدی سیدی چند ساله میشه؟ خیلی ساله. یعنی به محض این که از هایم برم خونه یه دونه گرامافون میخرم، مسافه های گرامافون. این میدونه چیه؟ منو برد به دوران خانه پدر بزرگم. اینا میگرفتن صفر رو قفل میکردن که فقط شماره های داخل شهری بتونی بگیری. توش دمنوشش هم گذاشته فرستاده. بابا 4 یورو. آقا این خودنویس لامیه 3 یورو. من زرد اینو دارم. 3 یورو. دهنت سرویسته. تو چقدر خریدی تو ایران؟ شکار زدی دیگه. آره اینو دوست دارم. این عالی شد. 50 سنت هم هست. چقدرم خوب سبکه. عالیه. اینم 50 سنت میتونم. اینم برای من بگیر. واقعا نه این به درد نشه. گلدونه بیبی. گلدون نیست این ماگه. بابا توش رو نگاه کن هنوز کندکاریه. 30 سنت. چقدر خوشگله. خوده اینا کلکسیونی بگیرم داشته باشم. ولی این گلدونه خوده ای. یافتی؟ آره نزدیک کریسمس هم هست. اینم احمد چه خوشگله. بیرون بابا یه یه یورو. این خوبه من میخوام. آره این باید تو خوبه. بابا نوئل برام هدیه میاره امسال کریسمس. آره خدایی. یه سر آلمانی یاد بگیری میشه بازی آلمانی. بازی ها اینا بلد نیستیم ولی با اینا میشه چیزه یاد گرفت. میدونی درباره این بازی ها ما رو راهنمایی کنیم. این 4 یورو میشه باشه زبان یاد گرفت زیر 3 سالش. برای ما خوبه فکر کنم دیگه. برای شروع زبان آلمانی عالیه. بابا بچه هی نوستالژی هاشو میبینه اینجا. 17 یورو حلالت PS2 فیفا 7 موقعی که رونالدینیو اون موقع توی بارسلونا بود. این عروسک خوابا تو ایران هم بود. داداشم یه دونه برام خریده بود چون من همش میخوابیدم. نماد من بود. پلومپه
اینا اصلا کلکسیونی بوده یه سری چیزاشون. آدم بخرم باید کلکسیونی حفظش کنه. آره دلش نمیاد. اینو میخوای ببینی میری میبینی. البته خیلی هم حس این سی دی رو گذاشتن تو. آره اگه بشه استفاده کرد الان. آره میشه. فکر نمی کنم اینجا آره سی دی و دی وی دی هست. نه نو هم دیگه نه. آره لوازم خونه هست. 15 یورو 10 یورو. ولی تجربه نشون داده که یهو اینجا خرید نکنه. اینجا قیمت های این آره. فروشگاه صرفا مناسب ترین حالت نیست. باید چه کار بزنیم؟ رفت صدا نداریم تصویر یکم بدیم. بچه ها سلام، من عسلم. منم نیما هم. خوش اومدیم به کانال عسلیما. امروز قراره که با عسل و نیما آشنا بشیم. آره این کالگر بعدیمونه، میخواییم بشینیم یه سری سوال از همدیگه بکنیم، یه سری چیزایی که واسه همه سواله رو جواب بدیم دیگه، بگیم قبلا کی بودیم، چی شد، داستان چیه. خب بگو دیگه کی بودی؟ بپرس. من عسلم، همونجور که میدونید 26 سالمه. اینه نمیدونست. نمیدونستی؟ نه خیلی یهو برگشته. اوما خانوما میان میگن نه من سنمونو حالا توی برنامه فلان این جشن تا این جنسیت سنشون رو همجوری راحت نمیگن. نه خوب بود آفرین. پس تا اینجای کار داریم 26 سالته. حل. خب مطبع داریم کنم چی کاریم؟ شناخت برسم یه بیوگرافی ازت داشته باشم. منم 26 سالمه، روانشناسی خوندم، لیسانس روانشناسی هستم. روانشناسی رو دوست داشتم. بعد از رشته روانشناسی به کار ویدیوگرافی علاقه من شدم و الان در خدمتتون هستم تو کانال یوتیوب. خب خیلی خلاصه همه چی رو گفتم. همه رو گفتم. من راضی بودم. حالا از تو همینا سوال دارم. بریم برای مصاحبه اصلی. چی شد که از روانشناسی به ویدیو علاقه من شدی؟ مثلا چه رویایی تو سرت بود گفتی؟ مثلا اومدی ویدیو، مثلا دنبال کار ویدیو اومدی تهش چی بشه؟ خب من دلم میخواست از تو خونه پول در بیارم. رویای من همیشه این بود که از جایی که هستم درآمد داشته باشم. از 17 سالگی وقتی که این آگاهی رسیدم که باید درآمد داشته باشم، دلم میخواست این درآمده وابسته نباشه به یه شغل خاص و زمان خاصی. که کوتاه جواب بده، هرچی بلند جواب بدی باز خود داستان درست میکنه یه از توش سوال در میاد. الان یه بحثی که وجود داره، شما اصلا گفتی من فقط بودم رو کره زمین و همین، نگفتی کجاش بودی، نگفتی چی بود. الان من چی شد به این جریان رسیدم که آقا مثلا خب چرا باید بچه ها فکر کنن که مثلا کار کردن سخت؟ آقا ما بچه شمالیم. اینو بگیم دیگه، اینم بگو بفرمایید اینجاشو بگو. کار کردن چی سخته؟ کار کردن مجازی در شمال در یه شهرستان در اون سال. چه سالی بود تو به این فکر افتاده بودی راستی؟ نمیدونم 17 سالگی میشه چند سال پیش. اون موقع ها فروشگاه های تلگرامی خیلی رو بورس اومده بود، کسب درآمد از تلگرام. بعد اون موقع چقدر برنامه چیز شد، فیلتر شد. 6 سال این ور، 3 سال این ور، 8 سال، 9 سال پیش شدی. آتان خاطره داره میگه از 9 سال پیش. نوبت من بشه جریان چیه. خب این اولین کارت بود؟ میخواستم که از خونه پول در بیارم دیگه. رفتم سمت این که ببینم کارهای مجازی که جدیدن مد شده و بچه ها ازش درآمد دارن چیه. تو تلگرام چی میفروختن؟ میدیدم که فروشگاه هایی بودن که لوازم آرایش میفروختن، لباس میفروختن. حالا یا میرفتن خودشون از بازار میخریدن موجودی داشتن، یا عکسشو میذاشتن و طبق سفارش میرفتن تهیه میکردن برای اون مشتری پست میکردن. یعنی میتونستی یه واسط باشی، یه کانال داشته باشی تو تلگرام، تبلیغاتو بذاری، محصولا رو اونجا بذاری برای فروش. مثلا 95-6 بود این چیزی که میگی؟ آره دیگه تقریبا میشه 95-6. 95 شاید هم 94. حالا تو این کاری که عسل داره میگه توی خونه توی کانال تلگرام اینجوری توی واسطه میشدی که بتونی این از صحبتم تماشه میتونستی بدون اینکه سرمایه‌ای بذاری خرید و فروش داشته باشی، یه سودی از
حالا جنس یه نفر دیگه داشته باشی. سانت میدادن به هر تعدادی که میفروختی پور سانت میگرفتی. تو بعد اینجوری لوازم آرایشی فروختی؟ من اینجوری یه مدت لباس تو خونه میفروختم. واقعا؟ من خدای الان اولین بار دارم میشم. من مثلا تلگرام پول در آورده. چقدر سود میکردی روش بوده یادته؟ فکر کنم از هر کدوم که میفروختی نهایتا 5000 تومن. 5000 تومن؟ 5 تومن، 7 تومن. میتونستی از قیمتی که شرکتش تعیین میکرد، اون کانال اصلیه تعیین میکرد، میتونستی گرونتر بذاری. و توی فروشگاه اینترنتی یه کانال زده بودی تو اون واسه خودت، کانال خودت بود؟ 230 نفر فکر میکنم عضو داشتم. آفرین، اون موقع خیلی خوب بود. بکنم تلگرام هم بعد یه مدت فیلتر شد، دقیقا مثل جریان اینستاگرام شد. 2 سال بعد و 1 سال بعد اون همون موضوع، سالی که من کنکور دادم رفتم مثلا برم دانشگاه، تلگرام فیلتر شد. داستان اینچنینی اتفاق افتاد که باز فروشگاه های تلگرامی همه به مشکل خوردن. بعدش اینستاگرام اومد روی کار، بیشتر همه فروشگاه های تلگرامی انتقال داده شدن به اینستاگرام و محتوای ویدیویی مد شد. خب پس اونجا شروع شد این جریان. موقعی که اصلا داره میگه توی 95-6 تقریبا 2 سال بود، 1 سال 95 96 96 دیگه 2 سال بود. من این فروشگاه اینترنتی خیلی پربرنامه و پربرنامه ریزی توی شهرمون رو انداخته بودیم که کانال تلگرامیشن مثلا اون موقع بازدید خوبی داشتش، ولی چون کالای تخصصی بود اینجوری بود. واقعا تو شهر ما مثلا اصل بعدها که باش آشنا شدم گفت من اون موقع از تو تلگرام میفروختم، اصلا فکر نمیکردم تو شهر سوار کسی باشه که توی اون تاریخ بخواد از توی تلگرام بفروشه، چون کسایی که می اومدن اون فروشگاه حضوری که توش بودم بهشون میگفتیم مثلا کانال تلگرام رو داشته باشیم، میگفتن تو کانال تلگرام تون چیکار میکنیم؟ گفتیم مثلا جنس جدید میاد میگیم اگر خواستیم براتون میفرستیم. میگفت بدون اینکه بیایم اینجا براش مثلا جالب بود، عجیب بود. یعنی این هم که اتفاق افتاده الان انقدر خرید اینترنتی تو ایران جا افتاده به خاطر کرونا به نظر. بعد کرونا خیلی خب پس اونجا تو با این تو سرت افتاد که خودت در اومد داشته باشی. توی اون 2 سال که روی چیز کار میکردم، من دقیقا 17 سالگی و 18 سالگی یعنی سالهای آخر نزدیک به کنکورم و رفتم سمت این که ببینم چجوری میتونم پول در بیارم خودم کارسی میبودی در آمد داشته باشم دیگه. حس کردم که از درس خوندن من اون نتیجهی که میخوام و نمیتونم بگیرم، باید درسرم حالا داشته باشم ولی پول لازم دارم. الان پول نه. یکی دیگه از شغل اینترنتی که تو همون تلگرام داشتم آموزش دادن بود. آموزش؟ خودم از طریق تلگرام گل سر و تاج و تاج عروس و این چیزا آموزش اینو دیده بودم. وسایلش رو سفارش دادم و شهر خودمون پیدا نمیشد اون وسایل. از شهرهای مختلف اون کسی که بهمون آموزش داده بود مرکز فروش این وسایل هم گفته بود. چیا بود؟ مثلا سیم مفتول و مروارید اینجور چیزا. من تاج اینا یادم میاد. سیم مفتول مروارید همونیه که تو فکرم. یه خمیر آبی رنگ داشت اون خیلی مهم بود، خیلی باید دنبالش میگشتید که روی اون با حالا ابزار نگینا رو کنار هم دیگه میچیدی بعد پشتش چسب میزدی. اونا رو خریدم آوردم خونه، شروع کردم به درست کردن. حالا بعد از اینکه تمرینامو انجام دادم و یاد گرفتم، ویدیو گرفتم از اون آموزشام. خودتم توش بودی؟ نه، دستم فقط. فقط دستم. با چی فیلم میگرفتی؟ با گوشی یادم نیست مدلش رو واقعا کدوم. یعنی پایه میذاشتی خودت از خود فیلم میگرفتی؟ نه، میگفتم مامانم مثلا 30 ثانیه نیاز بود مثلا یه چیزی رو توضیح بدی. اون موقع آموزش اینجوری توضیح اینجوری بلند نبود، مثلا 30 ثانیه 15 ثانیه این که چجوری داری چسب آب میکنی، چجوری داری نگینا رو میچینی. میگفتم مامانم از عکس بگیره فیلم بگیره. بعد این آموزش ها رو خودم هم دوباره شروع کردم که آموزش میفروختم، آموزش گل سرسازی و تاج و اینا. این هم شغل دومم بود. گروه میزدی، هر 5 نفر رو براشون گروه جدا میزدم، اونا سوال میپرسیدن که خب ما چیکار کنیم چیکار نکنیم، خمیر من صفر شد چجوری بذاریم و اینا. اون موقع فکر کنم 17 تموم شد، 18 بود. سال دومی بود که موندم پشت کنکور
که درس بخونم. پایت همیشه ها کنکور. هیچ موقع کنکور در برای من هم. این شروع من با فضای مجازی بود و رفتم دنبال این که چجوری میشه از خونه پول در آورد و خیلی حال میداد پولایی که از تو خونه و تو اتاقم در می آوردم. نه اونجا شهر سوار اصلا خیلی عجیب بود اون حس. خیلی کم تو بگو من دیگه خسته شدم. خسته شدی؟ بچه هم خسته شدم. داشتم همش تو فکر بودم، داشتم به همزمانی این تاریخ ها نگاه میکردم که چه اتفاقاتی واسه من میافتاد در این تاریخ ها. من حالا اولین کارم بگم، منم علاقه داشتم به بوی کاغذ کلم. چاپخونه مثلا بچگی چاپخونه بود تو شهر سوار آقای سالاری، خیلی قدیمی بودش و همش خوشم میومد از اون. بعدها فهمیدم اونو میگم ملخی، زن دستگاه ملخی، یه سری دستگاه های چاپ و بوی کاغذ اینجور داستانا رو دوست داشتم. تا اینکه برای اولین بار رفتم پیش پدر همکلاسیم کتاب فروشی کار کردم. کتاب فروشی توی شهر سوار اونجا کار کردم. عمو جمشید اولین نفری بودش که خیلی خیلی هم میشناسن شهر سواری ها. قدیمی ترین کتاب فروشی شهر سوار بود، فکر کنم از بیگی هم قدیمی اندیشه. آقای مولایی هنوز فکر کنم یه قرنش شده. نواش، نیما و سینا احتمالا میبینن این ویدیو رو، هر جا هستنش سالم باشه. اونجا اولین جایی بود که من رفتم سرکار، دوست داشتم این محیط کتاب و داستان و اینا رو دوست داشتم. اینا مثلا دستگاه کپی هم داشتن. اینی که دارم میگم مال مثلا فکر میکنم همین 14-15 سالگی، باز بیشتر شاید میشد 15 سالگی، آره بیشتر نمیشد. این رفتم تو 15 سالگی، اینا اونجا اولین جایی بودش که آدم یاد میگرفت داستان بازار چیه، چجوریه. همیشه هم میگفت پسر شما بازار فصلیه، یه هفته بارون بزنه هیچکی بیرون نمیاد کتاب بخره که، مداد بخره که، فقط هرچی خوردنی هست و خوردنی خودشونو میگیرن مردم. اینجا نمیشه حساب کرد اجاره مغازه دادن. خیلی روال کاسبی و اینجور داستان ها رو یاد گرفتم. بعد توی درسم دیدم دستاوردی علارغم علایق خانواده دستاوردی نداشتم. بچه هم 7 ماه اهواز به دنیا آمدم، دلیل خاصی نداشت، اهواز هم ندیدم، مخلص همه جنوبی هم هستم. واقعا خیلی دوست داشتم ببینم، خیلی دوست داشتم، ولی هیچ موقع فرصت نشد اصلا. یعنی نه برنامه شد، نه نمیدونم چرا، نمیدونم، چون شاید درگیر کوه شدم، شاید به همون علتی که شیرازم ندیدی. آخ شیرازم من نه. من چه جاهایی رو ندیدم تو ایران، هیچی. پیش عمو جمشید هم چه هزینه ها در سالهای اخیر برای مسافرت هم تو این قضیه که ما اینجا رو ندیدیم بی تأثیر نیست. ولی توی دوره ای که ارزون تر بود من میتونستم سفر بکنم، همش کوه بودم. بعد از این جریان ها دیدم اوکی نیست و درس و اینا، در آخرین لحظات قبل از دیپلم ادبیات و علوم انسانی بیخیال داستان شدم که برم سر کار، جریان چاپ و اینا تو همون 18 سالگی. بعد دیگه دیدم آقا این ور اون ور بالا پایین خدمت گردنه من، رفتم خدمت 91. من رفتم خدمت، من رفتم خدمت نیروی زمینی ارتش گریزک، اونجا بودم. بعدش رفتم چهارراه شریعتی تو همون تهران، اونجا خوب بود، هم غذاهاش خوب بود، هم داستانش بهتر بود به نسبت گریزک و جریان. بعد فرستادن منو ساری، هیچ بگویی نمیدادم بگین چرا تو رو میفرستادن، این همه روالی بود که داشته ای میشد. بعد از ساری هم اومدم انتقالت، آره چالوس، نزدیکتر بشی به شهر. آره خیلی نه آخر سر رسم چالوس دیگه، دادسر نظامی چالوس. بعدیم دوباره جدیتر شهر سوار پیگیر کار شد، رفتم یه فروشگاه کوهنوردی اونجا مشغول شدم 4-5 سال. آره 4-5 سال اونجا بودم و بعد رسیدیم به یه کار مستقل. از اونجا اومدیم بیرون. تو فروشگاه کوهنوردی همه کار میکردم، از دستشویی شستن و کف تمیز کردن بگیر، چون اول که 2 نفر بودیم دیگه، خود مثلا صاحب مغازم تهران بود، ما 2 نفر بودیم. همینجوری که مثلا اینجا اتاقمون چجوری، هم تو همه کارا البته همینجوری بودم. میدونی مثلا اینکه یه جا مثلا کثیف بود نمیگفتن آ یه دونه مستخدم بگیره اونجا تمیز بکنه اونجا، همه کار اونجا شروع شد. و ولی برای چه کاری رفته بودم، برای آره
جدی وارد محیط کار شدم. قبلش خیلی پیگیر، قبلش من چاپخونه کار کردم، حالا بعد اون مطبوعاتیه من بعد یه مدت دوباره رفتم چاپخونه کار، هم کارت ویزیت و اینا میزدم تا خونمون عوض شدش، رفتیم سمت کوچه مهران، اونجا دیگه خودم تهران با تهران کار میکردم، تا بعدا دوباره اومدم یه چاپخونه دیگه توی شهر سوار کار کردم یه چند مدت، بعدم رفتم خدمت. یعنی بعد از اون کتاب فروشیه دوباره یکم خودم کار کردم، بعد رفتم یه چاپخونه. خیلی تو زمینه چاپ مثلا توی آفست و توی همه بخشای چاپ کله رو فرو کردم ببینم چه خبره. کارت ویزیت میزدم، تراکت میزدم، تابلو گیرم میومد، تابلو میزدم میرفتم تابلو سازو خفت میکردم میبردم اونجا، این وسط یه پولی مثلا بابت طراحی اینا. اون موقع اصلا جا نیفتاده بود هزینه طراحی، براشون عجیب بود. همون تاریخی که تو شروع کردی به بحث فروش تلگرامی، ما منور پیگیری یه وبسایت بودیم واسه همین فروشگاه کوهنوردی و کانال تلگرام که دوباره مثلا فیلتر شدش اینستاگرام. اول همه شاکی بابا وایف تلگرام نبودش، همه کلی کانال جوین شده بود. واقعا یادم همون موقع هم صحبت بود میگفتن آقا دارین نون مردم رو میبرین، مردم بیچاره میشن، کلی کسب و کار زمین میخوره. همینجوری بود واقعا، هر پلتفرمی که مردم رفتن سراغش توش کارو کسب و کار رو انداختن. حالا کار نهرین چه کلاهبرداریه شد، چه اتفاقاتی شد، اون نظارت نبودنه چه بدبختی بود، یه دفعه درش رو گرفتن ولی همه رو بدبخت کردن. تو همون دوره هم من یادم خیلی فشارا بیشتر شد دیگه، من هر چیم برای مطبع بسته شد، منم مجبور شدم برم برای چیز کار بزرگی، رفتم به سمت آرایشگری. آفرین. خب دیگه چیز شد دیگه، رفتی آرایشگری؟ پشیمون شدم، یعنی گفتم که تو فضای مجازی آینده ای نداره مثل این که. حالا من اینم بگم مثلا بعد جریان فیلتر شدنه، اون نفری که صاحب اون مجموعه بود میگفت من اصلا اینستاگرام حال نمی کنم، این چیه، حیف تلگرام نبود. یه مدت دیگه مثلا فشار کار ما رفت سمت فروش حضوری، یه شوکی به بازار فروش داشت. حالا واقعا تو شمال در اون تاریخ در سال 96 واقعا فروش اینترنتی اصلا یه چیز عجیب غریب بود، یه جوری تو محل که پولتون رو نمیخورن توی همچین فرمتی. حالا اینم بگم من با این که 5 سال توی اون فروشگاه اینترنتی و توی تولید محتوا و طراحی گرافیک اون مجموعه داشتم کار میکردم، بازم اولین دوره‌ای که حالا بگم پول دادیم خریدیم همون دوره آموزش اینستاگرامه بودش که اصل اومده بود به مجموعه ما اضافه شده بود. من اعتماد که نه اصلا کلا به عنوان یه کالا قبول کردم اینترنتی یه چیزی بگیرم، یه محصول غیر فیزیکی و این همه کار کرده بودم. یعنی بهت میگم حالا خودکار که فیزیکی بود، این اصلا سفارش نرده بودم، ولی یه چیز دوره پول بدم بخرم که اولین بار خودت واسه بانی شدی. من خیلی آموزش های اینترنتی و آنلاین هم خیلی دوست داشتم. اینکه یکی از محدودیت هم همیشه رفتن به کلاس های آموزشی بود، چون مسافتمون دوره یا اصلا تو شهرمون کلاس های آموزشی که من میخواستم نبود. علاقه داشتم اینکه از تو خونه آموزشم ببینم. خیلی زود اعتماد میکردم به آموزش هایی که بود و میخریدم. چیا خریدی آموزش ها؟ قیمتی نه بگو صادق باش، مثلا یه چیزی بگو مامانم باید اینا رو بگو، مامانم نه آقا با اون فیش حساب بانکی تراکنش ها رو کاری ندارم. تو بگو آقا اینا رو گرفتم هرگز خدا مثلا استفادهشون نکردم، کاری نداره که مثل اون قفسه کتابی که من دیدم. الان خیلی بگی من آدم نه به رنگ نه کتاب بخری هستی، حالا اینکه بعدش چی میشه چرا باید مهم باشه رنگ بندی کتاب. اون اصلا تو همه دوره ها رو بگو برام من جالبه، تو همه ابزارها من دوست دارم، خوشم میاد کلکسیون داشته باشم. خدا رو شکر ما یه دونه پیچکوشی نخریدیم، بگنه اینجا آچار باکس رو دیوار آویزان بود. اون بخش از علایق شخصیتی نه بگو دوره ها رو بگو. دوره هایی که مثلا دوره که هیچی به دردت نخورد، هیچی به دردم نخورد داخل نیست، میرفتم راجبش میخوندم که نتیجه دست آورده بشه. خب چی بود گرفتی گفتی این چه پولی بود حرام کردم؟ حاشیه ساز بشین یه تیکر ببرم شورت ویدیو کنم مثلا. یه دوره خریدم
زنان قدرت برم. آره خدا شاید اگه من خدا یعنی شو در این چیزی که به ذهنم اومد و گفتم آره میکنم دوره زنان قدرتمند خانم پریسا نصری رو خریده بودم 19 سالم بود 20 سالم بود خام شد بچه بود آره هم بچه بودم همین که مارکت خاله خوب بود مارکتش خوب بود آره به عنوان خانم ایرانی موفق و موقع خوب تو اینستاگرام صحبت میکرد چه جوری موفق شده هنوز آره هنوز جان افتادیم اون موقعی که اصلا دوره دوره فروشی خودش تازه داشتم میمادن رو بورس پشت سرنش هنوز مشخص نشد بعد که اون دوره رو خریدم آها دیدم که واقعا چیز خاصی توش نگفت فقط یه پکیج خیلی خوشگل و اینا داشت که حالا میشد با 3-4 تا کتاب خوندن همش رو فهمید ولی خب میفروشن دیگه آخه بعدش ما چیکار کنیم ما چی بگیم ما چیکار داریم واقعا ولی از این دوره های این شکلی زیاد بود لابلای اینا آره من دوره زیاد کردم ولی دوره های خیلی خوبه خیلی عالی که زندگی ما عوض کردم به شدت خریدم یعنی انقدر دوره های بوده که زندگی ما عوض کرده مسیر و راه آینده ما عوض کرده که اونایی که پولام رفته به هدر به چشم نمیاد مثلا یکی از همین دوره ها دوره خرید آموزش یوتیوب از کی بود؟ نگو بگو نمیگم نگو ولی چون خودم راضی نبودم ولی خب اونجا باعث فهمیدی که, من... میشه آره یوتیوب میشه مثلا فهمیدم که آره یکی از راه های درآمد از تو خونه یوتیوبه بعدن حالا داستان مفصل تری مفصل تری رو داره به ادامه میرسی خب دیگه دوره آموزش روانشناسی و اینا هم خیلی خریدم به کار کمانده بود خوب بود داره من حالا خودشناسی یه مقدار قانون جذب اینا هم خریده بودم و خوبه من چون نیشم باز شد بچه تبریر بد نکنم من خود من همه شون صرفا خوب نیستن همه دارن راجع به چیزای مفیدی صحبت نمی کنن اما شما باید عاقل باشید دیگه چیزی که به درد زندگی بخوره رو انتخاب کنید بشنو گوش کن بزنی دوره های آرایشگری هم اون موقع که تو تلگرام بودم خریده بودم مثلا بافت مو خریده بودم اونا رو نهاری ببینم نه بافت مو حال نمیده این خال قدیمی ها بیان که میکاپ یاد میدادن اونا رو بسرا خلیجی فیلان اونا رو خریدادم اون مسیر جرقه بود که بعد از این که تلگرام فیلتر شد من برم سمت این که آرایش خری رو یاد بگیرم آموزش بروختن تو فضای اینترنت واقعا چیز پر درآمدی خیلی پر درآمده ولی مثلا من مثال بزنم ما توی حرفه خودمون بعدها در زمینه توسعه کسب و کار توی بحث فروش دکتر ربانی واقعا یه فرمت پکیج فروشی نبود یک دوره برگزار کرد آنلاین برای ما میخوام بگم هست 120 ساعت آموزش واقعی بود شما کاملا اون 120 ساعت رو گوش کنید مهارت جدید بهت اضافه واقعا شده. میگم بود چی بهتر از این که از تو خونت بتونیم کار انجام بدیم ما حالا اینو گفتم بگم که دقیقا بعد از جریان اعتراضات بودش و همه جا رو تعطیل کرده بودن ما ناامید تو شروع یه کار جدید که دکتر ربانی این دوره رو گذاشته بود خیلی به من کمک کرد اینو مثال زدم بگم که لای این داستانا و پکیج فروشی یه سری چیزاست واقعا ذهنیت آدم رو عوض میکنه یه سری ها از بچه ها کامنت گذاشتن ما تو راهیم یه سری ها گفتن ما فلان جاییم شاید چه میدونم یه پکیج قانون جذب یا یه چیزی که الان به نظر من یا خیلی های دیگه مسخره میاد اونجا به کار اون نفر بیاد پس هیچ موقع نمیشه کامل یه داستان این رو نرس کرد مدیتیشن خیلی به کارتون میاد بچه هایی که استرس داریم میخواییم تصمیمات بزرگ برای زندگیتون بگیریم یه هفته به مدیتیشن فکر کنیم یه هفته تایمتون رو با مدیتیشن بگذارونیم بعدش خیلی تصمیم بهتری رو میگیریم برای زندگیتون این پیشنهاد من از پکیج هایی که تا الان خریدم اون چکیده اون چندین اینه که فعلا بهترین و بزرگترین ابزاری که به هر کسی هر انسانی کمک میکنه مدیتیشنه و سکوت و دیدن درون خودش
تغییر هیجانش موقعیه که همکار میشیم دیگه. از جایی که همکار میشیم کارمون تنوع میگیره. تو چی کار کردی تو فروشگاه کوهنوردی؟ من تو فروشگاه کوهنوردی بیشتر سر جمعه تو چجوری گذروندی بعد از این که از مرحله چی میگن سرباز صفر در اومدی؟ خب خدمت ارتقا پیدا کرده شدی پیدا کرده شدی خب آره بعد از این ارتقا پیدا کردی تو فروشگاه کوهنوردی شدی فروشنده کوهنوردی؟ چه کاری میکردی؟ من پوینت اصلیم این بود که کوهنورد بودم. من داستان من این بودش که یه پیشینه کوهنوردی داشتم. آه هست به خاطر که کوهنورد بودم هم حرف برای گفتن داشتم هم از طرف یه سری ها میشناختن من میگم مثلا کوهنورد بودم رو قله های بزرگ ایران کار میکنم من اونایی که مثلا دارم میگم تارگت میذارن صعود زمستانه تخت سلیمان یا صعود زمستانه شاخک علم‌کوه حالا الان با تجهیزات الان نه در اوایل دهه 90 سال 90 91 93 حتی من مثلا هم توی خدمت هم بعد خدمت برای صعودهای بزرگ می اومدم هر جور شده. کار فروش کوهنوردی یه تخصصی بود که توی ایران خدا رو شکر خدا رو شکر به واسطه فروشگاه‌های اینترنتی نفرات متخصص‌تری ورود کردن. چرا؟ چون مهمه این لباسی که داری به این نفر میفروشی به دردش میخوره یا نه. فقط ما نفراتی اونجا به ما مراجعه میکردن میرفتن قله K2 میرفتن قله اورست قله های بلند دنیا رو صعود میکردن. اینا حرفه‌ای بودن میومدن دنبال کالایی که میخواستن ولی یه نفر بوده قله های داخلی رو صعود کرده برای اولین تجربهش میخواد بره یه قله 7000 متری مثل لنین. اونجا مهمه تو بهش چی میفروشی. پول رو داره تا اینجا آماده کرده پول چون 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون پول آماده کرده بره واسه یه صعود 7000 متری تخصصی ولی واقعا تجربه اینو نره چی بهش میفروشی. حالا جاهای دیگه فروختن اشتباه خودشو به خطر بندازی یا اونجا یه اتفاق بدی براش بیفته. سر یه چادر سر یه جوراب نفر بوده که چه میدونم واقعا توی خیلی جاهای دنیا تو همه جای دنیا تو ایران کمتر ولی باز تو ایران هم قابل پیگیریه که اگر توی کالای اشتباهی بفروشی دادگاه تشکیل میشه اگر باعث خسارت جانی بشه. یعنی اگر یه کفشی باشه طرف بره کفش پاش سرمازده بشه بگه آقا تو برو اینو تو چرا میری میشه پیگیری کردش. اینه که خیلی تخصصی بود و این که من کوهنوردی میکردم خیلی به هم کمک میکرد ولی موقعی که رفتم تو معقوله همین فروش کوهنوردی تو اون 4-5 سال فرصت کوهنوردیم کم شد. یعنی 4-5 سالی بودش که شاید هرگز فکر نمیکردم که بعد از اون 2-3 سال دیگه از ایران بیام بیرون و الان برمیگردم نگاه میکنم میبینم یه تجربیات خیلی بزرگی به من داد که بعدها تونستم باش کسب و کار خودم رو اندازی بکنم پیش ببرم توی بدترین شرایط و از طرف یه سری تجربیات داد از طرف اون فرصت رو از من گرفت. من تا قبل از این که برم خدمت توی یه بازه تمام کوههایی که اسمش رو میشنیدم برنامه میرفتم میرفتم مثلا از چهارشنبه تا جمعه میرفتم کوه همیشه روتین بود. یه موقعی سه شنبه وسط هفته میزدیم با بچه‌ها میرفتیم کو. هزینه ها اونقدر نبود. اینی که دارم میگم بین 88 تا 92 سه. یعنی همون 4-5 سال. یعنی من بوتی کنسرو 1000 تومانی 2000 تومانی رو یادمه. خب کنسرو خورشت قرمه سبزی رو. واقعا بابا دیگه 89 88 خب ما خریدی نمیکردم قیمت ها دستم باشه. از وقتی قیمت ها دستم این رو به سوم سوال یادشه. آره ولی چقدر یه هویی گذشت همه چی 14-15 سال 12-13 سال شد بیشتر 13-14 سال شد کاری به ایناش نداریم ولی میگم اون موقعیتش بود. این آخر موقعیت رو از دست دادم ولی تجربه رو به دست آوردم. راضیم از کلیات داستان راضیم. الان دوست داری که توی فروشگاه کوهنوردی تو آلمان مشغول به کار بشی و تو همون زمینه ادامه بدی؟ الان بیشتر ترجیح اینه که توی یه دونه حالا شلتر امدادی یه جایی که با کوهنوردا در ارتباط باشم فعالیت کنم. یا تو تولید تیم پروسه یا تولیدشون
مثلا تولید تجهیزات، حالا یا بخش ایده پردازیش، حالا این بر تستر میخوان، هر چیز اینجوری من در خدمت دولت آلمان دوستانی که هستن من در خدمتون هستم. آره یکی این، یکی چون دیپلم کشاورزی دارم، اوس بیلدونگ کشاورزی هم میپذیرم در زمینه کاشتگی. آره این دوتا خیلی بهش علاقه دارم تو آلمان. آره اگر کاری مرتبط به کشاورزی هم داشتیم. آره من خیلی بهش علاقه دارم. مثلا یه کاری مرتبط با گرافیک دیزاین. گرافیک هم واقعا آره. من اتفاقا خیلی جالبه، من اومدم آلمان تصورم این بود که آلمان یه کشور مدرنه که قطاراش رو هوا پرواز میکنن، آدم ها همه سر ثانیه میرن، بعد دیدم جریان اینجوری نیستش. آره حالا خارج دیدگاه من نسبت به خارج بود دیگه، و دیدم خیلی کاغذ بازن، خیلی منو خوشحال کرد. چرا تو ایران انقدر خارج گنده به نظر میاد؟ وقتی تو ایران خارج نشدی تعریف خارج چیه مثلا؟ نمیدونم، انگار واقعا تو یه حبابی هستی تو ایران، یا توی آکواریوم شیشه‌ای که بیرون این آکواریوم دستت به هیچی نمیرسه، فقط بیرون رو میبینی. آخه ببین محدودیت ها تو ایران انقدر زیاد هستش که توی ترکیه نفر احساس دیگه ای داره. خب میخوام بگم نفراتی که الان اینجا از فرانسه میان آلمان، مال جنوب فرانسه میان آلمان، یا حتی آفریقایی هایی که میان اینجا، از شاید خیلی هاشون یه سطح رفاهی رو دیدن یا یک آزادی رو دیدن. یعنی یه کسی که از یه جای دیگه ای میاد محدودیت کمتری داشته، ولی واقعا ایران همه جوره محدودیته. چه میدونم سگ و تو ماشینت نگه میداری مشکل داره، نمیدونم حالا دیگه آزادی پوشش و داستانها و همه موارد به کنار، کوچیکترین چیزها تو ایران جرمه. یعنی حقوق اولی انسانی که به کنار. ولی واقعا چیزا... تو ایرانی و بیرون رو ندیدی، انگار که بیرون آدماش خیلی فرق دارن، یه شکل دیگه هم مثلا تو فکر میکردی مثلا بعدن خوب الان واقعا مثلا تصورت به نسبت خارجی چه تغییری؟ واقعا همون آدم عادی هن، همون آدم های عادی هن، هیچ فرقی ندارن. برای من از قبل تصور این بود که اینا آدم های متفاوت تری هن. یعنی چی میشه بهم بگی مثلا تو چه زمینی؟ چه جوری میتونم بازش کنم؟ روز شام میخورم مثلا بقول چی؟ من حسم اینجوری بود وقتی از ایران به بیرون نگاه میکردم، انگار آدمهاش باید متفاوت باشن، انگار خونشون رنگین تره، ولی الان میبینم نه، اونا هم انسانم. تو همه چی هم اینجوری ها، مثلا میگم بحث اونا هم همینجوری غذا میخورن، اونا میخوابن. نه اونا چرا برام عجیب من بود. من برای من عجیبه، من اعتراض دارم. اونا همینجوری که ما میریم نشویی نمیرن نشویی، اونا همینجوری که ما غذا میخوریم غذا نمیخورن. چرا همه چی؟ مگه فقط خوردنه؟ الان قرمه سبزی با این خورشت سبزی که زهر میدن فرقی نمیکنه؟ خورشت سبزی نمیدن، حتی فقط رو به گوجه میدن. ولی کلان زائقه‌شون هم خوده، زائقه‌شون فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. نمایی هم که زائقه‌شون فرق میکنه، بعد لذت میبره از یه چیزایی، ولی یه سری لذت های مشترک داریم. خیلی خوبی های مشترک آدم ها همه جا هستا، میان همه جا خوب و بد داره، این اصلا هیچ فیلتر نژادی و هیچ فیلتر جنسیتی اقلیتی هیچ فیلتری نداره. یه آدم آدمه، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، اصلا هیچ نه گارانتی داره نه هیچی. همینو میخواستم بگم، این همه سعی کردم بگم. یه آدم آدمه بدون هیچ فیلتری، همه جای دنیا یه آدم آره. با همون ویژگی های انسانی و آدمیتشه. با ما همراه باشین دیگه، تو قسمت های بعدی کالگر همینجور بیشتر آره. از چجوری به هم دیگه خوردیم، چی شد تصمیم گرفتیم بیایم تو یوتیوب کار بکنیم، بعدا چی شد رفتیم ترکیه، چی شد برای اینا رو میگیم. همراه باشیم دیگه، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، بوست کنتون.